این تصویرها که ادعا می شود در آن پسر حبیب افغان نماینده کوچی ها در مجلس نمایندگان با چند تن دیگر از نزدیکانش دست به شلیک های هوایی می زنند. شهروندان کشور انکار پسران شماری از اعضای مجلس را انتقاد می کنند. بچه وکیل که از با میله میره یا دشار در بازار گشت و گذار میکنن و فایر میکنن، این عملکردشان بالاتر از طالب و داعش است. فایرهای هوایی میکنن، نزد آزار مردم میشن. این شرم اول به اول با خود وکیلای است که بچه شد. دوم با مقامات دولتی ما شما وزارت داخله و دیگه برازیا شرم است. در همین حال نهادهای جامعه مدنی میگوید که کارهای غیر قانونی از سوی قانونگذاران بیانگر زیرپا ساختن قانون است. وقتی قانونگذارا به این احترام نکنند، وقتی مجریان قانون به این احترام نکنند، در واقع تعامل دیگه چیزی به نام قانون و قانونیت در جامعه نمیتونه اعتبار داشته باشه. وزارت امور داخله و حبیب افغان نمیخواهند در این باره چیزی بگویند، اما نزدیکان حبیب افغان میگویند که این تیراندازی به دوره پیروزی رئیس جمهور غنی برمیگردد. اما معین پیشین وزارت امور داخله کوتاهی در جلوگیری از چنین اوضاع را شرم‌آور میداند. امو سلامت و صلابت خانوادگی هر کسی که اولاد خود کنترل نتانه کرده از بین می رود. یعنی به این معنا که او وکیل دیگه خلفی نداره که من حیث یک شخص صالح در جامعه تقدیم شود. بیشتر تصویرهایی که از سوی پسر حبیبه دانش نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان پخش شده اند نشان می‌دهد که پسر این عضو مجلس نمایندگان نیز دست به شلیک می‌زنند و با خودش چندین جنگ افزار انتقال می‌دهد.